إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية، صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. این برنامه ای که همه شب من و شما میبینیم و میشنویم و همه روز، که فقط بحث ما روی آیاتی که در قرآن فقط اهل ایمان را مخاطب داره بیان میشود. یا ایها الذین آمنوا. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میخواهد خباثت مشرکین و فضیلت مسجد را بیان کند، یعنی خبث مشرک و فضیلت مسجد. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، انما المشرکون نجس، همان مشرکین نجس هستند. نجس مصدر نجس هست، خود نجس یعنی پلیتی، زشتی. یعنی ای اهل ایمان، مشرکین نجسن، پلیتن. این نجاست و پلیتی چگونه می دانیم؟ در حالتی که از لحاظ جسمی یک مشرک قوی تر هست نسبت به مؤمن، می بینیم شاید نظیفتر باشه، شاید خوشگلتر باشه از لحاظ جسم و قیافه و هیکل. این نجاستی که الله سبحانه و تعالی و این پلیتیر که نسبت به مشرکین داده، چون عقیده مشرک پلیته، عقیده عقیده نجاسته. وقتی که عقیدهش درست نبود خودش ارزش نداره. ارزش انسان به نزد الله سبحانه و تعالی در عقیدهش هست. حالا وقتی که پسر نوح علیه الصلاة و السلام وقتی غرق میشه، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک، از اهل تو نیست. یعنی فرزند تو نیست؟ نه خیر، فرزند تو هست. انه عمل غیر صالح، عملش عمل درستی نبود. پس در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگوید ای اهل ایمان، متوجه باشید که مشرکین نجسن. حالا مشرکر چگونه بشناسیم؟ به طور خلاصه و فشرده صفات الله سبحانه و تعالی برای غیر خدا دادن شرک هست، و یا اینکه برای الله سبحانه و تعالی در توحید الوهیت شریک قرار دادن. وقتی برای خدا شریک قائل شدی، حالا یهود مشرک هست، نصارا مشرک هست، اینها مشرکین هستن، چون قرآن می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله
و قالت النصارى مسیح ابن الله. یهود از این جهت مشرک شدن که گفتن عزیر پسر خداست، و نصارا از این جهت مشرک شدن که گفتن عیسی مسیح پسر خداست. مشرکین مکه فرشتگان رو میگفتن بنات الله، و یا اینکه لات و عزا و منات و هبل و اینها را از اینها بت‌های ساخته بودن و در کنار کعبه حتی قرار داده بودن و بالاخره پرستش میکردن و از اینها عذر و التجا میکردن و از اینها استغاثه و طلب کمک میکردن، اینها شدن مشرک. الله سبحانه و تعالی میفرماید اینهایی که رب خود را فراموش کردن یا به رب خود شریک قائل شدن، اینها مشرکا نجس هستن. حالا وقتی مشرک نجس شد، باید نجاست نیاید روی پاکی. قرآن می فرماید و ان المساجد لله، مساجد از آن خداست، فلا تدعو و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، به همراه خدا در مسجد باید ثانی خوانده نشود، فقط الله است که به یگانگی باید شناخته بشه و در مساجد عبادت بشه. پس اولین مسجدی که میبینیم که در روی کره زمین ساخته میشه که بنایش اول ملائکه می سازن و بعد بالاخره حضرت آدم و بعد از حضرت آدم حضرت نوح و بعد از حضرت نوح تا زمان ابراهیم علیه السلام، کعبه معظمه و مشرفه هست. الله سبحانه و تعالی می خواهد عظمت و بزرگی مساجد را بیان کنه، خصوصا عظمت و بزرگی مسجد الحرام را که مشرکین نجسن. فلا یقرب المسجد الحرام، نمیگه فلا یدخل المسجد الحرام، میگه فلا یقرب المسجد الحرام، قریب نشن، نزدیک نشن به این مسجد. اینجا جای مشرکین نیست. پس مسجد الحرام که علما و بزرگا میفرماین که این آیه مبارکه مخصوص فقط مسجد الحرام را گفته و مشرکین باید وارد مسجد الحرام نشن و در دیگه مساجد اشکال نداره، اما علمای بزرگوار اکثرا نظرشان این هست که مشرک به هیچ مسجدی داخل شده نمیتواند. در هر گوشه ای از دنیا وقتی مسجد بود، مشرک حق نداره داخل مسجد، جایی که پروردگار عالم سجده میشه، در اونجی قدم بگذاره. حالا مسجد الحرام جایی که ابراهیم بت شکن او را اعمار میکنه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه، که در ابتدا گفته شده که وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. حالا بت شکن این خانه را ساخته، برای بت پرست اجازه نیه که به این نزدیک بشه و جرأت هم نمی کنه که باید هم نزدیک نشه. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی بعد از سال نهمه هجری دگه اجازه نیست. سال هشتم مکه فتح شد، سال نهم اعلان شد که دگه هیچ مشرک حق نداره وارد و یا نزدیک مسجد الحرام قرار بگیره. پس الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که قبل از همه چیز عقیده خود را بدانیم. انسان که نعوذ بالله مشرک میشه اگر عقیده خود را ندانه، مسائل اعتقادی خود را ندانه، میره به دام شرک میفته و شرک هم خطرناک ترین چیزه که الله میفرمایه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از دام شرک
و دامهای فریبندهی که قریب به شرک هست همه ما را نجات بده و اعتقاد و باور و عقیده الله سبحانه و تعالی نصیب ما بگردانه، نصیب همه اهل ایمان که سرچشمه از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشد. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.